سلام بچه ها، امروز اومدم هم آرایشم رو تکمیل کنم، هم این که داستان دوتا پیجی که من توی اینستاگرام داشتم و الان ندارمشون رو براتون تعریف کنم که اصلا چی شد، چرا دستشون دادم، چند فروختمشون و اینکه قبلا چجوری پیجم میومد بالا و این داستانا. برگردیم به 3-4 سال قبل. حدود 3-4 سال قبل بود که من یه پیج توی اینستاگرام داشتم و حدود 3-4 هزار تا فالوور داشت. حالا اون 3-4 هزار تا رو چجوری به دست آورده بودم؟ با فلان فالو کردن، راستشو بگم با فالوور خریدن، از این پیج بخر، از اون پیج بخر، به این بگو فالو کن، به اون بگو فالو کن، به این بگو شادم کن، به اون بگو شادم کن. و اینجوری شد که پیج من تا 3-4 هزار تا رسید. بعد که به 3-4 هزار تا رسید، من یه روز کرمم گرفت، رفتم توی تنظیمات اینستاگرام، نمیدونم چه گزینه‌ای زدم، اصلا یادم نمیاد. خب اون موقع هم چیزی نمیفهمیدم دیگه، یهو پیجم پرید و من خیلی ناراحت شدم. بعد که پیجم پرید، خیلی من ناامید نشدم، شروع کردم دوباره فعالیت کردن. یعنی یه پیجی داشتم 100 تا دونه فالوور داشت، گفتم اوکی تو اون شروع میکنم، دوباره فعالیت میکنم. حالا که اون پیجم پریده بود و عکسایی که تو اون پیج گذاشته بودم، گفتم خب من این عکسا رو خیلی دوست دارم، حالا چی کارش میکنم؟ گفتم اوکی، هر عکسی که تو اون پیج گذاشتم همه رو میارم تو این پیج جدیدم. بعد با خودم گفتم خب الان همه رو بیارم یهو تو یه روز بذارم، خیلی کار چیپ و زایه‌ایه، میدونید چی میگم؟ بعد با خودم تصمیم گرفتم اوکی، روزی یه دونه از پستای اون برم و میارم تو این پیجم میذارم و تو زمانی که تموم بشه. آقا خلاصه ما شروع کردیم، روزی یه دونه هی پستامونو میذاشتیم تا یه ماه. بعد کم کم بعد یه ماه متوجه تغییراتی توی پیجم شدم. گفتم آقا چرا هی داره فالوورام زیاد میشه؟ شب میخوابم صبح پا میشم 300 نفر فالو کردن، شب میخوابم صبح پا میشم یک پیجم رفته بالاتر. واقعا هم همین شکلی بودا، اونایی که حدود 3-4 سال پیش فعالیت میکردن توی اینستاگرام قشنگ حرف منو درک میکنن که به همین آسونی فالوور اینقدر در روز میرفت بالا. بعد به قدری برام این موضوع عجیب غریب بود که حتی کسایی که منو فالو میکردن همینجوری به صورت رندوم میرفتم توی پیجشون و ازشون میپرسیدم آقا تو من از کجا فالو کردی؟ یکی میگفت تو اکسپلور دیدمت، یکی میگفت تو پیج یکی دیگه دیدمت، یکی میگفت یادم نیست و کلی سوالای اینجوری و جوابای اونجوری. دقیقا یادم نیست اون موقع استوری میذاشتم نمیذاشتم، اصلا بود گزینه استوری بود نبود، اصلا یادم نمیاد. ولی کم کم متوجه شدم که آقا من چون فعالیتم زیاد شده، چون دارم روزی روزانه پست میذارم و روزی یه دونه پست میذارم، پیج من رفته بالا، ایمپرسیونش، همه این آمارش رفته بالا و همینجوری داره فالوور جذب کنه. به جرئت میتونم بگم روزی 1-2 کا پیج من میرفت بالا. بچه ببخشید من با دست دارم آرایش میکنم و من همیشه همینجوری بودم، راحت بودم با دست، به نظرم آرایش خیلی راحت تر و خوشگل تر رو صورت میخوابه، شرمندم از این موضوع. خلاصه اینکه آقا پیجمون هی شد 30 کا، هی شد 50 کا، هی شد 60 کا و همین حدودا بود که یکی اومد دایرکتم و گفتش که میخوای امنیت پیجتو داشته باشم و اینا. من نمیدونم چجوری بهش اعتماد کردم، امنیت پیجمو دادم دستش و اون چیزی که فکر میکنیم نیست، هیچ سوء استفاده نکردم و من واقعا از اون آقا راضی بودم. اسمش علیرضا بود، امنیت پیج دستش بود اینا. حالا نمیدونم منو کجاست چی کار میکنه، ولی واقعا خیلی ازش راضی بودم. آه همینجوری ما میرفتیم، فک و فاول حرف میزد پشت سرمون، واسه اون مهم نبود. این میومد با هم دوستشه، میگفتش که پیجت رو مخمه، میگفتم نو، پیج من خیلی برام مهمه و من به خاطر هیچ کسی، هیچ آدمی حاضر نیستم پیجمو بذارم کنار. همینجوری گذشت و یه درآمد ناچیزی از پیجمون داشتیم و ناچیز بگم در حد اینکه پول شارژمون رو خودمون در بیاریم. اون موقع من یه بچه کلاس 9 دهم، کار شاخی بود. ببخشید.
کلاس نهم بودم که پیجر داشتم، یادم داشتم پیجر، اون موقع هنوز از دست نداده بودم. پیجم حدود 180 کوین اومد. بازدید پیجم میلیونی شد. 1,000,000 بازدید پیج داشتم و اینکه پیجم داشت رشد میکرد. خیلی خوشحال بودم که یهو زنگ زد به پدرم و گفتش که آره. عاطفه ازش انتظار نداشتم. پیجش اینجوریه اونجوریه، از این حرفایی که فکا فامیلا میزنن. که آقا پدرم گفتش که بیار پیجتو ببینم و اینا، نگفت بیار ببینم، خودم رفتم پیجمو نشون دادم، گفتم آقا این پیج منه، این عکس و این عکس و فلان عکسو گذاشتم و کلش همینه، چیز دیگه واسه پنهان کردن ندارم. آه خلاصمون نشون دادیم و بابام ریاکشنش خدا بود. اون موقع اینجوری کرد، نشسته بود گفت همین، به همینا گیر دادم و واقعا اون لحظه من از خانوادم خوشم اومد، گفتم دمم گرم چه خانواده پایه ای دارم. خلاصه اینکه اون موقع ها هنوز این بحث داغ اینکه بلاگرای بدون حجابو میگیرن و بهشون اجازه فعالیت نمیدن و اینا نبودش و میتونم بگم شاید من اولین نفری بودم که به این موضوع گیر دادن بهش، چون خب خانوادم میشه گفت بودن تو این داستانا، بودن شغلشون بود اطلاعات و اینا. خب من خب فامیلیم با فامیلیشون یکی بود و واسه شون بد میشد چون تو اونجور جاها کار میکنن و بابت این موضوع خلاصه به من گیر دادن که اگه فعالیت کنی برات بد میشه و این داستانا. البته نمیدونم واقعا برام بد میشد یا چون بچه بودم ترسیدم و همین باعث شد که پیجم از دست بدم، نمیدونم. خلاصه این که فرداش تلفنی با پدرم صحبت کردم، پدرم گفتش که پیجتو یه کاریش کن دیگه، عکس نذار برات درد سر میشه اینا. منم خیلی با خودم یکی بدو کردم، واقعا خیلی با خودم یکی بدو کردم، گفتم اوکی خب با حجاب چیز میکنم، فعالیتم ادامه میدم یا اصلا کاریش میکنم پیجو. 180 کاه واقعا حیف، داره بازدیدش میلیونی میشه، من واقعا حیفم میاد این پیجو بخوام بفروشم بره. بعد البته نمیگفتم بفروشم بره، بخوام از دستش بدم، اینجوری میگفتم. بعد یکم به ذهنم رسید، گفتم خب اوکی من هیچ چاره‌ای ندارم، باید پیجمو بذارم کنار. اون موقع هم شرایط مالی کردن کاری کردن پیجم نه. گفتم اوکی این همه که زحمت کشیدم حداقل بفروشمش. اون موقع یادم به رضا گفتم آقا من میخوام پیجم بفروشم، حالا دقیقا یادم نیست چیا به من گفت، ولی گفت اوکی من برات میفروشم. نه اصلا یادم نبود، ببخشید من اصلا بهش نگفتم و استوری کردم که آقا من پیجمو میخوام بفروشم، هر کی خریداره دایرکت بده. یادمه که اون موقع خیلی اومدن دایرکت، اما خب یکی به اون قیمت نمیخرید، یکی معلوم بود هکر میخواد پیج رو اینجوری از دستم بگیره. اینکه خلاصه یکی اوکی شد باهاش، اومدم توی دایرکت دو کلمه صحبت کردم، یهو دیدم پیجم نیست، پرید. و واقعا اون لحظه انگار دنیا رو سر من خراب شد. آقا خلاصه من رفتم تونتون به علیرضا دایرکت دادم یا توی واتساپ بود بهش پیام دادم، گفتم آقا پیجم اینجوری شده تو خودو برگردونش و اینا. علیرضا گفت اوکی من پیجتو برات برمیگردونم، این همه زحمتی که کشیدم و امنیت پیجت دستم بود، پیجتو که فروختی نصف نصف. گفتم اوکی اصلا اشکال نداره، اگه تو نبودی الان پیج من 100 بار پریده بود خداییش. آقا یکم گذشت، حدود 10 دقیقه 20 دقیقه پیج منو برگردوند و من چشم یه برق خاصی توش افتاد. خیلی خیلی خوشحال شدم اون لحظه و اینکه گفت آقا ولش که خودم برات پیجتو میفروشم. گفتم باشه. یه چند روز گذشت، آقا یکی هست میخره پیجتو، اون موقع گفت 2,000,000 میخره پیجتو و خب قرار بسته بودیم که 50-50 دیگه، 50 اون 50 من، یعنی 1,000,000 اون 1,000,000 من. گفتم اوکی حله بده بره. خلاص این که فروخت و پولش رو زد به حسابم و منم که اون موقع عشق لباس و لوازم آرایش، با
پاشدم رفتم خرید و کل پولم رو به چوخ دادم و برگشتم. این بود قضیه پیج اولی که داشتم و دستش دادم و الان کلی پشیمونم. حالا داستان پیج دومم چیه؟ من بعد اینکه پیجمو فروختم و چند ماهی گذشت سری به خریدی که کردم پی بردم. آقا پاشدم دوباره یه پیج دیگه زدم. دوباره شروع کردم به فعالیت کردن. ولی خب چیکار کردم؟ یه کوچولو حجابمو بیشتر رعایت کردم. سعی کردم که بیشتر رعایت کنم که دیگه گیر ندن. آقا ما شروع کردیم تو پیج دوم فعالیت. عکس بذار، پست بذار، مثل قبل، مثل همون روندی که واسه پیج اولم پیش می بردم واسه این پیجم پیش بردم. اما چی؟ دیدم که نه آقا، مثل قبل نیستش که روزی یکا یکا بری بالا. روزی 200 تا بهت اضافه بشه فالوور، باید کلاتو بندازی هوا. آقا پیج منم شد 10K، 20K، 30K، 40K. الان باید گوشی زنگ بخوره. همین حدودا بود که شاید واسم خوب نباشه بگم، شاید ارزش نداشته باشه بگم، شاید واسم دردسر بشه که بگم، ولی وارد یه رابطه احساسی شدم. خب این آقا هیچ مشکلی با پیج من نداشت تا 30K شدن پیجم، تا 40K شدن پیجم و کم کم رفت به اون سو که حساس بشه و گیر بده. راستشو بخواین نندازیم گردن بند خدا بدبخت، یکم هم خسته شده بودم از اینکه دیگه پیجم مثل قبل نمی اومد بالا. خسته شده بودم از اینکه بخوام دوباره فعالیت کنم دوباره کسی بهم گیر بده. ترسیده بودم از اینکه از یه طرفم خیلی درگیر رابطه شده بودم. در نهایت این پیجم فروختم. اما خب این پیج رو چند فروختم؟ 1 تومن. چون هم فالوورای کمتری داشت هم بازدید پیجم کمتر بود. این پیج دومم هم دست علیرضا بود. دقیقا یادم نیست چقدر. این قدرشو من برداشتم، اون قدرشو اون برداشت. خلاصه این که ما دوتا پیجمونو آخ گوشم واقعا درد گرفت. بهشم میگفتم. خلاصه این که دوتا پیجمونو اینجوری از دست دادیم و من واقعا خیلی پشیمونم. خیلی خیلی زیاد. باز سر پیج اولیم زیاد راستشو بگم هرس نخوردم، ولی سر پیج دومیم دارم میسوزم. راستی بچه خیلی ها میگن چرا دوتاشو میندازی؟ تو یه گوش بنداز قشنگ تره. ولی من دوست ندارم، دوستان تو دوتاش بندازم. نظر شما چیه؟ خلاصه این که اصلا مثل الان نبودش اون موقع. واقعا آسون بود پیج بالا بردن. کجایی؟ ای سوراخ گوش. و واقعا کسی اون موقع اگه فعالیت کرد الان بارشو بسته و دمش گرم. ولی الان یوتیوب دقیقا 3-4 سال پیشه، اینستاگرامه و واقعا موقعیت خوبه که توش فعالیت کنین. خلاصه این که ته ویدیوم اینو بگم که هیچ وقت کاریو به خاطر کسی نکنید که میدونید یه روزی پشیمون میشید. نمیدونم میفهمید یا نه. هیچ وقت به خاطر حرف مردم زندگی نکنید. ریسک کنید، شروع کنید، برید جلو، آیندتون رو بسازید. من اگه الان اون پیج قبلیمو داشتم الان معلوم نبود کجا بودم و واقعا الان بابتش هرس میخورم. امیدوارم دوست داشته باشین. و اینکه واقعا حالم بد شد آخر ویدیو، فکر کردم به اون دوتا پیجی که از دست دادم. انشالله که واسه هیچ کسی چنین موضوعی پیش نیاد که بعد فکر کنه و بخواد هرس بخوره که وای اگه اون فلان چیزو الان داشتم کجا بودم. خیلی خیلی دوستتون دارم. ممنونم که تا آخر این ویدیو دارین نگاه میکنید. حتما نظراتونو برام کامنت کنید، میخونم جوابتونو میدم. خیلی خیلی دوستتون دارم. بوس به کلتون.